سلام خوش به قسمت دوازه هم از دوره به CSS فند محمد مهاجر اسم کانال نیکول ویب امروز است که توی این جلسه بیایم و دوتا درق و ویژگی باقی مونده که شما بدونید ازشون استفاده کنید برای تغییرات مت رو بگیم و در انتهای ویدیو هم با کامنت گذاری در سند CSS آشنا خواهیم شد و ببینیم که چجوری میتونیم توی فایل های CSS همون کامنت استفاده کنیم که توی دوره HTML بهتون آموزشش رو دادم اما قبل اینکه به سراغ آموزش خوشم شم که کانالمون رو اگر ساب ندارید حتما سابسکرایب کنید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و حتما نظرات و سوالاتتون رو برام بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم بی به بریم سراغ آموزش خب خوش اومدید به ادامه ای آموزش تغییراتی که الان مشاهده میکنید روی دستاب من به دلیل یک مشکلی بود که روی لپتاپ ایجاد شد و من مجبور شدم که ویندوز رو مجددا نصب کنم و به این ظاهر الان هست موقتا که حالا تا هاردم رو عوض کنم اینجا از سر گفتم که ضبط کنم که دوره عقب نیفته طبق روال همیشه همون نرمسار دیریم رو حالا من با هزار بدبختی نصب کردم فعلا تا ویندوز هم رو اوکی کنم وارد نرمافزار گیریم میشیم طبق روال همیشه یک فایل در یک سند CSS بگیم بهتر یک سند CSS ایجاد میکنه با نام ایندکس و این رو درون دستاپمون در پوشه CSS من فایل های قبلی هم متاسفانه همش پاک شد البته این فایل ها رو درون کانال قرار دادن برای شما و میتونید بهشون دست داشته باشید و هیچ مشکل این بابت نیست ای پی 11 رو ایجاد کردم جلسه 11 می است که داریم کد میزنیم یک جسم هم که مقدمه بوده این رو کنم دیگه میدونید این فایل رو نام با ایندکس ذخیره میکنم یک سند سی اس اس دیگه هم ایجاد میکنم اون رو هم در ای پی 11 به عنوان استایل ذخیرش میکنم خب بریم شروع کنیم به کد زدن میام تو تگ بادیم یک تگ دایو ایجاد میکنم ابتدا و در تگ دایو یک تگ ایجاد میکنم علامت سوال قرار دادم و چه چیز مسخری شد خب تگ پیم رو ایجاد میکنم میام توی وبسایت لور میفسوم یک مترین رو طبق جلسات قبل هم ازش استفاده کردیم از لور میگیرم از توی اینترنت این وبسایت فکر کنم وبسایت مناسبی باشه خب همین تیکه برای من کافی هستش برای گرافش رو افزایش نمیدم همین رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم خب ابتدا به تگ دایو هم یک کلاسی میدم کلاس کانتینر رو بهش میدم یه کانتینر کانتینر بگیم درسته کلاس کانتینر رو بهش میدم و به کلاس در به تگ پیم هم یه کلاس میدم به نام تکست که تغییرات رو توش بتونم اعمال کنم خب بریم تو قسمت CSS ابتدا من دوباره فراموش کردم که اینها لینک کنم و هم تگ لینک استفاده میکنم اشرف میزنم براش و استایل رو بهش میدم ریلیشنش رو استایل شیت قرار میدم و در انتها هم تایپش رو تکس css سی خب الان آماده است و بریم شروع کنیم به کد زدنمون بیایم ابتدا به تگ کانتینرمون یک سری تغییرات بدیم یا همون کانتینرمون ابتدا میخوام بهش یک بدم نیاز هستش که دست تو که اینجا داریم نیاز هستش که یک ارز کوچکتر از صفحه داشته باشه مثلا من بهش 300 پیکسل رو میدم اندازه مناسبیه و یک هایتی هم بهش میدم یا هایتی هم بهش میدم تلفظش رو اگر اشتباه میگم معذرت میخوام 500 پیکسل رو بهش میدم و یک بک‌گراند کالر رو هم بهش میدم که متمایز باشه از در واقع خود بکگراند صفحه که سفید هست که شما ایزان متوجه تغییراتش بشید خب بذارید ابتدا ببینیم که آیا استر رو گرفته خب اوکی هستش رنگش رو هم میخواستم سفید کنم رنگ نوشته ولی خب فکر کنم الان رنگ مشکی بهش میاد خب بریم سراغ دستورات این جلسه ببینید یک ویژگی دارند نوشته ها وقتی که شما در واقع نوشتتون رو می نویسید مروری به صورت اتوماتیک میاد و این متنتون رو توی در واقع میشه گفتش که خط های مختلف خودش به صورت اتوماتیک قرار میده یعنی بدون که من الان اینجا اینتر بزنم کلمه بعدی رو منتقل کرده به خط بعد دلیلش هم این هستش که ببینید الان فضایی که در واقع تگ پی من در نتگ دایف قرار گرفته دیگه و ارزی که من برای ست کردم ارزی هست برای در ارزش اندازش 300 پیکسل هستش و از این 300 پیکسل نمیتونه بزنه بیرون به خاطر همین وقتی این کلمه اینجا دیگه جا نمیشه این کلمه رو نمیشکنه یعنی به این صورت نمیذاره که مثلا نصفش رو اینجا بنویسه و ادامش رو بیاره به خط بعد این به صورت هوشمند خود مرورگر این کار رو انجام میده و اگر ببینه کلمه ای یعنی تو اگر مثلا ادامه این میخواست این کلمه رو بنویسه به دلیل اینکه این کلمه نصفش منتقل میشه به خط بعد خب مسلما این کلمه کامل اینجا جا نمیشه دیگه بخاطر همین نصفش رو خط بعد منتقل میکنه این کار رو انجام نمیده و میاد کل کلمه رو به خط بعد منتقل میکنه یک دستوری داریم به نام دستور ورد بریک که دقیقا میاد این ویژگی رو کنترل میکنه اگر شما این ویژگی رو هم میتونید به کانتینر بدید به دلیل که تگ تکست هم در واقع کلاس تکست هم چون درن کانتینر قرار گرفته هیچ موردی نداره ولی خب حالا من به خود تکس میرم که یک دستوری هم برای این داده باشیم که الکی کلا سریف نکرده باشیم خب من دستور ورد بریک رو استفاده میکنم این دستور سه تا ویژگی داره یک ویژگی در آقا به نام بریک آل داره اگر من الان بریک آل رو استفاده کنم ببینید الان ساختار این متن رو بهش توجه کنید کامل کافی هستش که من یک بار رفرش کنم ببینید دقیقا همون اتفاقی افتاد که بهتون گفتم کلمه اینجا قرار گرفت کلمه بعدی دیگه خب نمیتونه از این هاشیه بزنه بیرون که پس چیکار میکنه میاد این کلمه رو ادامهش رو به خط بعد منتقل میکنه پس این نکته حتما توجه داشته باشید که وقتی که شما بیاد از ورد استفاده کنید و در واقع مقدار بریک رو بهش بدید میاد به اندازه کل اون فضایی که داره کلمه ها رو میچینه در واقع حروف رو میچینه و اگر یک کلمه به این حالت بشه یعنی نصفش بالا باشه نصفش پایین میبینید که در واقع کلمه رو میشکنه و خورد میکنه وسط و ادامهش رو به خط بعد منتقل میکنه ولی خب این حالت مسلما زیاد ازش استفاده نمیشه به دلیل اینکه خب الان کلمه دیگه خانهیش رو نداره و خب نمیتونه مثلا کار بر این خط رو بخونه و دو مجدانه بیاد خط بعد رو بخونه پس به خاطر همین از ورد بریک و بریک زیاد استفاده نمیشه و ویژگی پیشورد نمی که خود نوشته ها دارن صفت در ویژگی نرمال هست مقدار نرمال هستش که بعد که شما نرمال استفاده کنید در واقع معیم میکنید که خود مرورگر بیاد تشخیص بده که نوع غرگیری کلمات و جملات در خط به چه نحوی باشه و در انتها هم یک میشه گفتش که مقداری میگیره به نام کیپ آل کیپ آل دقیقا میشه گفتش که شبیه نورمال هست توی 99 درصد موارد اینها شبیه و هم مثلا اگر من رفرش رو انجام بدم میبینید که تغییر روی متن ایجاد نشد به دلیل اینکه اینها شبیه هم هستن و توی یک درصد موارد امکان هستش که با هم تفاوت داشته باشن ولی میبینید که الان به همون حالتی هستش که حالت نورمال بود. این هم از دستور word بریک و در انتها هم یک دستوری میخوام بهتون بگم که مبحث مربوط به نوشته ها رو تا حدودی دیگه کامل گفتم بهتون و فعلا باش کاری نداریم تو جلسات بعد قرار استش که اونجا اگر قرار شد که مباز دیگر رو یاد بگیریم یک سری تغییرات هم روی نوشته ها مجددا اعمال میکنیم دستور بعدی که میخوام بهتون بگم دستور لاین هیت هسته شما با لاین هیت یا همون لاین هایت میتونید بیاید مشخص کنید که اندازه در واقع این فضایی که مشاهده میکنید مثلا اینجا رفته به خط بعد یک فضای خالی بینشون هستیه شما با صفتی و میشه گفت ویژگی به نام لاین هیت میتونید بیاید این اندازه رو کنترل کنید بذار من این رو فول اسکرین کنم تو پیشنهاد یا چه نمیاد خب لاین هیت رو استفاده میکنم و مقدار پیش‌فرضش حالا یک عددی هستش حالا من عدد پیش رو نمیدونم ولی اگر مثلا 20 پیکسل رو قرار بدم اینجا تغییرات کاملا برای شما واضح است میبینید که یک مقدار فاصله بین خطوط افزایش پیدا کرد الان اگر مثلا 50 پیکسل رو قرار بدم میتونید از واحدهای دیگه هم استفاده کنید و من اینجا دارم از پیکسل استفاده میکنم بدن اینکه واحدی هستش که من بهش عادت کردم میبینید اندازه الان یک مقدار بیشتر شد پس با استفاده از لاین هیت میتونید بیاد یا لاین هایت یا لاین هیت از اگر تلفظ رو اشتباه میگم میتونید بیاد اندازه در واقع بین میشه گفتش که پارگراف ها و پارگراف ها نه دیگه خط های نوشته هاتون رو کنترل کنید و اندازش را اگر خواستید کم کنید و اندازش را اگر خواستید زیاد کنید حالا شاید بگید که زیاد از این دستور شاید استفاده نشه ولی خب خیلی خیلی دستور کاربردی است برای متون فارسی اگر شما از یک فونت کاستوم فارسی استفاده کنید توی صفحه وبتون به دلیل حالا نامع... که با فونت انگلیسی داره ممکنه که درست نمایش نده خطوط رو و خطوط برن داخل هم و شما مجبور هستید که اونجا بیاید و از دستور لاین هیت استفاده کنید برای اینکه متونتون به درستی توی صفحتون نمایش پیدا کنه و در انتها هم همونجور که بهتون گفتم میخوام کامنت گذاری در CSS رو بهتون یاد بدم اگر دقت کرده باشید خودش وقتی که سند در واقع CSS رو برای من کرییت کرده خودش اومده یک کامنت اینجا قرار داده و نوشه CSS داکیومت کامنت گذاری رو من توی HTML بهتون گفتم اگر یادتون رفته در HTML میومدیم و به این صورت یک علامت کوچیکتر یا حالا بزرگتر قرار می دادیم دو تا خط قرار می دادیم دو تا خط تیره و یک علامت سوال قرار می دادیم اصلا می کنم برعکس گفتم هیرو. رو اول سال ها رو قرار میدیم دیم و دو تا خط رو قرار میدیم یه خدا هم داره یادم کم کم یک اسپیسی رو می زنیم اینجا هر چیزی که می رو می نفسیم. مثلا می این یک تگ دایو است بعد از اینکه نوشتم مجدداً یک اسپیس و دو تا خط تیره و میبندم در انتها اون میشه گفتش که علامتم رو و به همین راحتی شما میتونید توی HTML بیایید و از کامنت ها استفاده کنید و اگر نیاز باشه که یک قسمتی رو برای یک کسی که حالا قرار استش کد شما رو ببینه یک نشونه هستی میتونید با نشونه گذاری اینها توی صفات وب نمایش داده نمیشن خوبی کامنت ها این هستش که حالا من این رو توی دوره اشتیم هم گفتم خوبی کامنت ها این هستش که کاربر نمیتونه این رو ببینه فقط کسی که داره کد رو ادیت میکنه میتونه ببینه و خیلی چیز کاربردی است که باز میشه کد هاتون خاناتر باشه برای اونهایی که قرار هستش بعدا روی کد تغییرات اعمال کنن توی CSS یک مقدار کامنت گذاری متفاوت هستش به این که اول یک سلاش قرار میدید یک ستاره قرار میدید و سپس متنتون رو مینویسید و در انتها هم همین ساختار رو مجددا تکرار میکنید ستاره قرار میدید و سپس اسلش الان مثلا میخوام من برای این قسمت هم یک کامنت اضافه کنم یک سلاش میذارم یک ستاره هم قرار میدم مینویسم که این کلاس مثلا مربوط به تگ پی میباشد البته خب مسلما هیچ موقع از این کامنت شما استفاده نمی‌کنید در این که دیگه اون کسی که سش کدتون رو ادیت کنه دیگه مسلما خودش میفهمه که کدوم کلاس مربوط به کدوم بخش وبسایتتون هست و توی کامنت گذاری هم معمولا اندازه ها رو میان مثلا زیاد روش تاکید میکنن و حالا مواردی که نیاز هست حتما کسی سش کدتون رو بخونه بدون اون رو پس چیز خیلی خوبی از کامنت گذاری و حتما ازش استفاده کنید تو پروژهاتون ولی به این صورت هم نباشه که بیاد مثلا برای هر خطتون یک کامنت قرار بدید نه اون چیزا که واقعا نیاز هست و نیاز هستش که کسی که قرار کدتون رو حالا ببینه چه دید کنه یا حالا میخواید پروژهتون رو برای کسی بفرستید حالا بیاید و از کامنت استفاده کنید چیز خوبی هست که باعث میشه یک مقدار کدتون قابل فهمتر باشه برای کسی که قرار هستش در واقع کدتون رو مجددا مشاهده کنم این هم از این جلسه امیدوارم که لذتش رو برده باشید و کاملا یاد گرفته باشید فراموش نکنید که طبق روال عضو کانال تلگرام بشید حتما اگر عضو نیستید عضو بشید لینکش رو این پایین براتون قرار دادم همچنین پیج اینستاگرامیمون که درنش آموزشاتی مربوط به طراحی سایت و حالا رابطه کاربری قرار میدم که میتونید از اون هم استفاده کنید امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید تا دیدار دیگر خدا نگهدارت